سلام، سلام به شما عزیزان در ایران، هر کجای ایران که هستید و هر کجای جهان، و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیون ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم. در ساعت یک بعد از ظهر آفتابی و بسیار گرم واشنگتن با شما خواهم بود در این شماره از تفسیر خبر. نگاهی خواهیم داشت به روند گسترش اختلاف میان دو جناح اصلی تشکیل دهنده جمهوری فقیه در ایران، آنچه که علیه شیخ پرزیدنت حسن روحانی در نماز عید فطر روی داد و واکنش او و هواداران او. اظهارات متناقض شیخ پرزیدنت حسن روحانی درباره نقش سپاه پاسداران، در حالی که چندی پیش وی آقای حسن روحانی حضور پاسداران را در عرصه اقتصادی مورد انتقاد قرار داده بود، امروز خواستار نقش بسیار فعال پاسداران در عرصه اقتصادی کشور شد و سیاست‌های خارجی ایران را در جمهوری اسلامی چه کسانی طراحی و رهبری می‌کنند؟ دولت، بیت رهبری، سپاه پاسداران یا نهادهای مذهبی حکومتی مستقل از دولت و وابسته به بیت رهبری؟ پرسش ها در زمینه های مورد اشاره بسیار است. در میان خواهیم گذاشت با میهمانان این شماره تفسیر خبر در استکهلم، آقای حسن اعتمادی، دبیر کل حزب سکولار دموکرات ایرانیان، و در تهران آقای دکتر مهدی خزعلی، دبیر کل جبهه آزادی. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر از واشنگتن. آقای اعتمادی سلام به شما. آقای چالنگی خدمت شما سلام عرض میکنم، خدمت جناب خزعلی و همچنین همکاران و بینندگان و شنوندگان برنامه شما. همراه شما به تهران میریم و خوش آمد میگیم و سلام به شما آقای خزعلی در تهران. با سلام به همه دوستان و بینندگان و شما عزیزان در خدمت شما هستم. امیدوارم که بحث تحلیلی خوبی رو بتونیم داشته باشیم. خب آقای خزعلی، ببینید این رویدادهایی که در تهران این روزها شاهد بودیم، به خصوص در نماز عید فطر، حملاتی که به آقای حسن روحانی شد، واکنشایی که در پی داشت، اینها رو شما که از نزدیک در جریان بودید چطور تفسیر میکنید؟ آیا نشونه گسترش اختلافات میان دو جناح اصلی حکومت نیست؟ آیا تحمل ناپذیری بیت رهبری رو در برابر حتی یک رئیس جمهوری که از لایه‌های مختلف کنترل حکومتی گذشته نیست و بسیاری هم تشبیه کردن به اختلافی که بیت رهبری در زمان آقای خمینی داشت با بنی سعد، ابوالحسن بنی سعد، نخستین رئیس جمهوری حکومت، تفسیر شما رو میشنیم در این زمین، قضیه چیه؟ ببینید، اولا این نیروهای خودسر یا آتش به اختیار از آغاز انقلاب دقیقا تحت امر فرماندهی خاص خودشون بودن و اون فرماندهی جناح حاکم و جناح راست بود که در واقع خودسر عمل میکرد، خلاف قاعده و قانون عمل میکرد، چه در زمانی که در 14 اسفند برنامه آقای بنی صدر رو به هم ریختن، چه در مراحل دیگه با نهضت آزادی، با بیت آقای منتظری چه کردن. همون عناصر خودسری که وارد بیت آقای منتظری شدن، شب در تهران ملاقات داشتن با اون پایگاهی که اونها رو در واقع فرماندهی میکرد. من نمیخوام اسم بیارم، مخاطب خاص میدونه که در بالاترین نقطه حاکمیت ایران قرار داره و همه اینها هدایت شده. اگر شیشه های خانه کروبی رو شکستند
و نیروی انتظامی نظارگر بود و اینها عربده میکشیدند و با پینتبال در و دیوار خونه شیشه های شکسته رو رنگی میکردند، خب فرماندهی خاص باز هم برای اون 100 نفر 200 نفر نیرویی که اعزام کرده بود برنامه داشت. اینها به هیچ عنوان خودسر نیستند. اگر در شیراز میبینیم که تمامی دستگیر شدگان و متهمین حمله به آقای مطهری از سپاه 19 فجر هستند و امروز براشون کیفرخواست صادر شده، من به شما قول میدم در راهپیمایی روز قدس قطعا اگر پیگیری جدی بکنه آقای رئیس جمهور، اینها هم از طریق سپاه و بسیج مأموریت داشتند این کار رو بکنن. کافی یک رسیدگی دقیق بشه. ما عناصر خودسر نداریم. در روز عید فطر این دیگه رسوایی کامل بود. کسی که تریبون در اختیارش قرار میدن برای نماز عید فطر رهبری، قبل از نماز به صف اول اظهار ادب میکنه به رئیس جمهور منتخب 24 میلیون، و من میگویم اگر صندوق ها بیشتر بود و مردم 4-5 ساعت در صف نبودن، 30 میلیون رأی آقای روحانی می آورد و این رأی نه به راست بود، به اصولگرایان بود، به جهالت و خشونت و جنگ افروزی بود. این نبود. اما اینکه چرا جناح راست اینقدر از این رئیس جمهور که در 4 سال نخست بی آزارترین و مطیع‌ترین رئیس جمهور برای رهبری بود، چرا اینقدر برآشفته شدند، چرا اینقدر نگرانند؟ واقعیت این است که اینها بنا داشتن کودتایی رو سامان بدن با ابطال بعضی از حوزه هایی که آقای روحانی برتری داشت، بتونن کاندیدای مطلوب تر خودشون رو بیارن روی کار. اما حضور میلیونی مردم فاصله رأی رو اونقدر بالا برد که دیگه با ابطال نمیدونم صندوق تهران و کردستان جبران مافات نمیشد و با تقلب هم نمیشد این فاصله رو پر کرد. ناچار شدند تن به شکست فاحشی بدهند. اما قبل از اینکه این انتخابات به اینجا برسد، آقای روحانی که رأی خودش رو متزلزل میدید در یک هفته و 10 روز آخر مانده به انتخابات، ناچار شد همزبان با ملت مطالبات مردم رو فریاد کنه. یعنی بگه بیایید 29 بهمن برای رفع حصر رأی بدید، بیایید برای آزادی بیان، بیایید برای حقوق شهروندی، و همه مطالبات مردم از زبان رئیس جمهور در میتینگ های انتخاباتی بیان شد. یک میثاق شد با مردم که اینها نگرانی ایجاد کرده، به خصوص مثلا تعرضی که ایشون به سپاه پاسداران و دخالت سپاه در مسائل اقتصادی و همه مسائل کشور داشت که دقیقا نال ذکر کرد. این باعث نگرانی اونهاست. حالا اگر آقای رئیس جمهور بعد از اون یک هفته‌ای که همگام با مردم شد و مردم به خاطر اون حرف‌ها و اون وعده‌ها و اون قول‌ها و اون میثاق‌نامه‌های در سخنرانی اومدن رأی دادن، اگر امروز یک گام به عقب برداره، واقعا با حیثیت خودش بازی کرده و امید مردم رو ناامید کرده. اما مردم باید راهشون رو ادامه بدن. این چیزهایی که اخیراً آقای رئیس جمهور بخواهند بگن، یا آقای جهانگیری هم در جایی گفتن که بعضاً سپاه کارهای خوبی هم کرده، نخیر، سپاه ورودش به اقتصاد باطل است. الان این نکته مربوط به اقتصاد حتما بعداً بهش خواهیم پرداخت، اما پیش از اون همونطور که شما هم اشاره کردید، اون چیزی که در راهپیمایی روز قدس میبخشید انجام شد، آقای اعتمادی تفسیر شما رو درباره اون چیزی که آقای خزعلی اشاره کرد، یک نکته رو هم ایشون اشاره کرد، البته که آقای شیخ پرزیدنت حسن روحانی ناچار شد مطالبات مردم رو بگیر. آیا باز یک ترفند یک ملای حکومتی نیست که حرف مردم رو زدن؟ یعنی کسی بهتر از آیت الله خمینی مطالبات مردم رو مطرح نکرد، اما وقتی به قدرت رسید آنچه کرد که شاهد هستیم. تفسیر شما رو میشنویم. بله. درباره اختلافات موجود در حکومت ایران. بله. ابتدا این نکته رو عرض بکنم، اگرچه مسئله انتخابات ریاست جمهوری در ایران گذشته، اما در مورد مسئله آمارهای مربوط به این انتخابات بر اساس ارزیابی های دقیقی که صورت گرفته، هیچ کدام از این آمارها
واقعیت نمیتونن داشته باشن. یعنی نه 24 میلیون رأی آقای روحانی و نه 16 میلیون رأی آقای رئیسی و نه حتی 18 میلیون رأی که داده نشد و از سوی شهروندان ایرانی این انتخابات مورد تحریم قرار گرفت. همه اینها یعنی این آمارهایی که از سوی دستگاه‌های حکومتی ایران داده شده به نظر دقیق نیست، همونطور که عرض کردم. بنابراین ما نمیتونیم بر اساس تکیه به این آمارها اعتبار شخصیت‌های سیاسی مربوط به حکومت اسلامی ایران رو پایین ببریم و یا اینکه بالا ببریم. نکته دوم اینه که بازتاب این مسائلی که پیش اومد در به اصطلاح روزهای اخیر در خصوص برخوردی که با آقای روحانی شد، به نظر من بیشتر در فضای رسانه‌ای و مجازی بود این انعکاسش، انعکاس در بین جامعه که به نظر من اصلی ترین نقش رو برای تعیین سرنوشت و تصمیم گیری های یک جامعه میتونن بکنن نداشته و اونم طبیعیه، به دلیل به اصطلاح ناامیدی و بی‌اعتمادی است که به اصطلاح به این حکومت و به این وضعیت وجود داره. اما به نظر من دو عامل نقش بازی میکنن در رابطه با بیان این اختلافات. یک عامل همونطور که عرض کردم نبودن یا عدم حضور جامعه مدنی، عدم حضور مردم در صحنه سیاست و تعیین تکلیف، و دو اینه که هر دوی این جناها کوشش میکنن بر اساس چنین وضعیتی طرف مقابل خود رو تحت فشار قرار بدن برای گرفتن امتیاز بیشتر برای نفوذ و کنترل نظامی که در ایران حاکمه. اما در خصوص درایتی که امروز ما در ایران شاهد هستیم، واقعیت این استش که مشکلات اقتصادی به حدی است که همونطور که شما اشاره فرمودید بیانگر واقعیتی است که غیر قابل انکاره. یعنی اینه که از خود حکومتیان گرفته تا خود مردم به هیچ عنوان نمیتونن انکار بکنن که به طور مثال بانک های ایران ورشکسته است، اقتصاد ایران ورشکسته است، مراکز تولیدی تعطیل شدند و طبیعتا میزان بیکاری نسبت به سالهای گذشته رو به فزونی یافته و طبیعی است که در یک چنین شرایطی سیاستمداران حکومتی کوشش بکنن با بیان این اختلافات طرف مقابل یا جناح مقابل رو مقصر این جریانات بدونن، در صورتی که هیچ کدوم اینها نیست. آقای چالنگی، مسئله بحران اقتصادی ایران به عوامل دیگری ربط داره که احتمالاً نه جناح آقای روحانی مقصره، نه جناح سپاه پاسداران و اصولگراها و وابسته به ولی فقیه، بلکه همونطور که عرض کردم ورشکستگی اقتصادی ایران از یک سو بانک ها رو شامل میشه، از یک سو درآمد نفت پایین اومده، از یک سو تحریم های بین المللی که این رژیم باش مواجه است و نمیتونه اونها رو رفع بکنه و حل بکنه گریبان این حکومت رو گرفته. بنابراین به هیچ وجه به نظر من نباید دنبال مقصر گشت که آیا دولت روحانی قادر به انجام به اصطلاح وظایف خودش نیست، یا اینکه سپاه پاسداران به خاطر اینکه دست بالا رو داره و نفوذ بیشتری در اقتصاد کشور داره عامل این ورشکستگی. یعنی آقای اعتمادی، این گفته شما آیا این رو هم در بر داره که پس ساختار مدیریت کشور هیچ مشکلی نداره؟ این ناشی از تحریم ها هست، ناشی از درآمدهای نفت اومده پایین، مدیریت اقتصادی کشور از روز 23 بهمن ما تا امروز هیچ نقشی در ورشکستگی های اقتصادی نداره؟ منظور اینه؟ حتما بد بیان کردم جناب چارنگی. به نظر من کل ساختار حکومت اسلامی عامل اصلی این ورشکستگی است و این ساختار سیاسی هم به طور مستقیم مسئولیتش به عهده سردمداران و کسانی است که این حکومت و این نظام رو 38 سال اداره میکنن. بنابراین من میخوام بگم که ما نباید به دنبال این بگردیم. منظور من بیشتر این بود که نباید به دنبال این بگردیم کدام یک از اینها بیشتر مقصر بودن. هر دو اینا مقصرن. شما تو مقدمه فرمایشاتتون اشاره فرمودید که خود آقای روحانی
و اعلام کرده بدون کمک اقتصادی سپاه پاسداران و نیروهای بسیج و نظامی ما اقتصاد مقاومتی خودمون رو نمیدونیم، نمیتونیم پیش ببریم. یعنی در جای دیگه آقای روحانی دارای یک چنین موضعی است، یعنی دست کمک به سوی سپاه پاسداران دراز میکنه. فقط میخواستیم به این نکته برسیم که آیا واقعا مدیریت اقتصادی کشور کجاست و بسیاری از کشورها مورد تحریم قرار داشتن، بسیاری از کشورها حتی در جنگ بودن، چند سال پس از جنگ بازسازی ها شروع شد و به نتایجی رسیدن. حال اون که با آثار تخریب جنگ رو هنوز در مناطق جنگ زده مثل خرمشهر متاسفانه داریم که سنگ روی سنگ بند نیست، در به اصطلاح گذاشته نشده و بنای عمده ای ساخته نشده در خرمشهر. حتما به این نکات خواهیم پرداخت در ادامه برنامه. اما اونطور که آقای اعتمادی شرکت و خود شما آقای خزلی، ببینید آقای حسن روحانی، شیخ حسن روحانی پرزیدنت، ایشون چندی پیش اومدن در جمع اقتصاددونها حرفایی زدن که ظاهرا باب میل اون حیات بود که دولت اقتصاد افتاده به دست یک دولت با تفنگ. آقای جعفری هم واکنش نشون داد، دولت بدون تفنگ بسیار ضعیف خواهد بود و تسلیم دشمن خواهد شد از این حرفا. امروز شیخ پرزیدنت اومده و درست متضاد اونو گفته و دعوت کرده اساسا از سپاه پاسداران که بیاین و کمک بکنید. معاون ایشون هم که به اصطلاح دستی در فساد پنهان داره و متهم شده از طرف بقیه، ایشون هم که اصلا اومده گفته قرارداد قرارگاه خاتم الانبیا باید مرکز کارهای بزرگ و بزرگ اقتصادی بشه. آیا این یک باجدهی نیست؟ کدوم حیات رو آدم باید باور کنه؟ گوکه علی رغم وجود روحانیون بسیار محترم و ارجمند و قابل اعتماد مردم، این بوده در میون روحانیت شیعه و روحانیت مذاهب مختلف وجود داشته که این جلوه بر محراب من بر میکنن، سابقا چون به خلوت میرفتن آن کار دیگر میکردن، الان سه چهار تا کار دیگه میکنن. کدوم حرف آقای روحانی؟ قضیه چی هست؟ باجدهی به سپاس؟ آیا سپاه اگه قرار بود کارهای بزرگ اقتصادی بکنه تا این سی و چند سال نکرده بود؟ و آیا مصیبت های اقتصادی مردم ناشی از همین کارهای سپاه پاسداران و وابستگانشون نیست؟ بفرمایید. ببینید، ما کشوری مثل آلمان رو داریم که خاکستری در واقع تحویل گرفتند و تنها یک مدرسه در یک روستا بود که هدف بمبارون واقع نشده بود. اما الان آلمان قدرت اول اقتصادی اروپاست و تنه میزنه به اقتصاد آمریکا. و کشوری مثل ژاپن که بالاخره در معرض بمب اتمی واقع شده بود، ولی الان می‌بینیم که کالای ژاپنی در آمریکا داره بازار آمریکا رو می‌گیره. اینها ایستادن و کار کردن. ما کشوری بودیم که بعد از انقلاب واقعا کمترین خسارت رو انقلاب ما داشت و شاه در اون ابتدای قضیه وقتی که رفت راهپیمایی و دید در روز عاشورا، گفت این مردم منو نمیخوان و نه مثل صدام کشت و نه خراب کرد و سرزمین رو مثل بشار اسد هم سرزمین سوخته تحویل نداد. سرزمین ما سالم بود، اما الان ما یک سرزمین سوخته رو وارث هستیم. ببینید، امارات داره برای ما اقتصادش تنه میزنه به اقتصاد ما و داره بالاخره میدون گردن کلفتی میکنه. کشورهای خلیج فارس چه میکنن؟ اینها مگه محلی از اعراب داشتن در مقابل اقتصاد ایران؟ وقتی که شاه عصبانی شده بود از دست شیخ محمد، من شنیدم که همون روز بلیط میگیره میاد و پای شاه رو میبوسه و عذرخواهی میکنه. ما در این جایگاه بودیم. اینکه آقایون بگویند اقتصاد، آقا شما 40 سال اقتصاد این مملکت رو با سوء مدیریت نابود کردید. در تمام این 40 سال همانطور که محسن رضایی در مناظره سال 88 گفت، واقعا سپاه همه کاره بود. نخست وزیر دوم آقای موسوی رو آقای سپاه تعمید کرد بر رئیس جمهور. بله، وزیر تعیین میکرد، نخست وزیر تعیین میکرد و تا امروز هم سپاه با قدرت اسلحه، فرهنگ، اقتصاد و سیاست ما رو تحت تاثیر قرار داده. من با صدای بلند میگم کشور ما کشوری است که دچار کودتا شده. کودتاچیان بر ما سال هاست حکومت میکنند. اینکه آقای
روحانی یک کلام گفت که ما اقتصاد رو گرفتیم از دست دولت، دادیم دست دولت با تفنگ. بله، برای اینکه خصوصی سازی نتیجهش این شد که دادیم دست سردارانی که تفنگ هم داشتن و بدتر از بد شد و واقعا خصوصی سازی نشد و خصولتی شد. در جای دیگه هم آقای روحانی میفرمود که خصولتی شد. اما آقای روحانی باید بدونه ایستادن، همونطور که آقای موسوی در سال 88 در مناظره گفت این مسیر مسیر خطرناکیه، ایستادن در مقابل کسانی است که دیگه کمتر از این جمله برای من نمره موسوی، اینها دیگه کمتر از 1000 میلیارد قانع نیستن در خوردنهاشون. آقای موسوی گفت بالاخره باید جلوی اینها واستاد، اینها منافع مالی دارن. واقعیت این است که تمام مملکت رو سرداران و سپاه گرفته، حتی بعضی ها شبهه کردن که رهبری هم در واقع تحت فشار اینها قرار گرفته. حالا من نمیخوام این رو صحه بذارم، بالاخره باید رهبری بتونه، ما میخوام با اتوریته ایشون، بلکه این آقایون برگردن تو پادگان، کار بسیار دشواریه. آیه روحانی اگه میترسی وعده نمیدادی، سخنرانی نمیکردی، اونا میثاقی بود که با مردم بستی، مردم رأی دادن که آقایون سپاه برن به کار خودشون بپردازن، از سرحدات ما و از تمامیت ارضی ما دفاع کنن، دخالت در مسئله اقتصاد، سیاست و مسائل فرهنگی نکنن. اینها همش فساد آورده تا حالا و فساد خواهد آورد. اینکه آقای جعفری و معاون ایشون بیان مصاحبه کنن، در امور سیاست دخالت کنن، خلاف نظر امام هم هست. آقای هاشمی هم قویاً مخالف بود و رهبری هم باید اگر صلاح مملکت رو میخوان، اگر میخوان بعد از خود ایشون کودتایی وحشتناکتر از کودتایی که الان اتفاق افتاده به وقوع نپیوندد، تا زنده هست رهبری بایستی سپاه رو به پادگانها برگردونه. تمام تلاش ما در انتخابات 96 این بود که کاری کنیم که سپاه به پادگان برگرده، اما امروز آقای روحانی و معاونت محترمشون یه عقب نشینی کردن و این عقب نشینی رو مردم ما حس میکنن و نگران میشن. نه خیر، اصلا بنا نیست در واقع سپاه و قرارگاه خاتم الانبیا ورود به اقتصاد کنه. تمام پروژه هایی که اینها انجام دادن برای مردم ما چند برابر هزینه داشته. ببینید در یک مورد پل صدر چینی ها 1000 میلیارد قیمت داده بودن و کسان دیگه هم تا 900 میلیارد قیمت داده بودن، ولی پروژه به دست سرداران بزرگوار بالای 6000 میلیارد تمام شد، یعنی بیش از 6 برابر هزینه برای شهروند تهرانی تمام شد یک پل صد. و بقیه پروژه هم تماما این گونه است. ما بسیاری از موارد داشتیم، اومدن پیش من میگن در یک مناقصه شرکت کردن، مثلا قیمت دادن 100 میلیون، مثال عدد مثالیه، میگه یک سرداری با 350 میلیون مناقصه رو برنده شده، بعد اومده به همین آقای 100 میلیونی داده تو بگید انجام بده، ولی 250 میلیونش رو اون سردار رو بره. این اتفاقات داره هر روز انجام میشه و حالا خارج از مناقصه و مزایده که کار خود بحث جدایی داره، که در شهرداری تهران بسیاری از پروژه ها خارج از مزایده و مناقصه بوده است، در فروش خارج از مزایده و در گرفتن و خرید خدمات خارج از مناقصه انجام شده، تحویل سپاهی ها شده، تحویل سرداران شده. باید بسته بشه این باب و باید ایستاد. بله، ما هم میدونیم تمام اقتصاد مملکت، 80% اقتصاد مملکت دولتی است و اون هم دست سردارانه. دولتی میخواهیم که بایستد. یک گامش این است که دولت اقتصاد آزاد رو تقویت کند، شرکت های چند ملیتی از خارج بیایند، بانک های خارجی بیایند و این اقتصاد سپاه کوچک شود با آمدن سرمایه از خارج، که البته مقدمه آن امنیت سرمایه است. با سخنرانی های این گونه رهبری و دیگران امنیت به جامعه بر نمیگرد. قدرت اقتصادی کم و بیش معلوم شد و روشن است که دست کیست آقای اعتمادی. قدرت سیاسی چی؟ آیا اونطور که آقای خزلی اشاره کرد حتی رهبری جمهوری اسلامی هم قادر هست سپاه پاسداران رو از عرصه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی کشور به پادگان ها بازگردونه، پس برونه؟ قدرت واقعی سیاسی در دست کیست، یا بخش عمده قدرت سیاسی، یا دست بالا رو در قدرت سیاسی در ایران چه کس یا چه
نهادی داره. بله ببینید، آقای خزلی مطالبی رو مطرح میکنن که احیانا من و شما همون مطالب رو میگیم، منتها اشکال کار این است که آقای خزلی نمیگوید که این کارا رو کی باید بکنه، یعنی میگویند که یه دولتی باید باشه که دست اینها رو ببنده، فرماندهان سپاه به پادگانا برگردن، دستشون رو از اقتصاد کوتاه بکنن، دستشون رو از به اصطلاح مراکز اقتصادی کشور کنار بگذارن و غیره و غیره. کی باید این کارا رو بکنه؟ آقای خزعلی که نمیتونن این کارو بکنن. بنده و جناب عالی هم که در خارج از کشوریم. به نظر من مخاطب آقای خزعلی یک چیز غیر واقعیه، یعنی وجود نداره. اگر منظورشون دولت آقای روحانیه، خب دولت آقای روحانی چنین کار رو نمیخواد بکنه. چون دولت آقای روحانی و سیاست حکومت اسلامی ایران و تمام کسانی که در دوره گذشته به عنوان جناح اصلاح طلب بودن همیشه همکاری و به اصطلاح همسویی و همنوایی بوده با جناحی که اصولگرا هستن و میگویند که به رهبری سپاه پاسداران. نکته بعد این که من یک سوال میخوام بکنم از آقای خزعلی. اگر شما امکانات اقتصادی، یعنی اهرم اقتصاد کشور دستتون بود، سیاست های کشور دستتون بود، سیاست های نظامی رو داشتید، بنگاه های فرهنگی رو داشتید، مطبوعات رو داشتید، بازار رو داشتید، بنادر رو داشتید، فرودگاه ها رو داشتید، گمرک رو داشتید، تمام این قدرت رو در دست شما بود، با کسی شریک می شدید؟ به احتمال خیلی زیاد نه، نمی شدن. بنابراین سؤال جدی در برابر کسانی مانند آقای خزعلی اینه که آقای خزعلی بفرمایید این مشکلات رو چه کسی باید حل بکنه؟ من جوابش رو خدمتتون میدم. اجازه بفرمایید این پرسش شما رو همینجا مطرح کنیم. آقای خزعلی مخاطبشون چه کسانی بود؟ پرسش من بعد به قوت خودش باقی هست، در ادامه برنامه مطرح خواهیم کرد. صاحب اصلی یا قدرتمندترین نهاد در جمهوری اسلامی کی هست و چه نهادی است؟ بفرمایید آقای خزعلی. ببینید، در مشی مبارزه مدنی که ما میکنیم طبیعتا مخاطب ما اون قسمتی از قدرت و حاکمیت که به رأی مردم رجوع نمیکنه و به قولی آش کشک خالت بخوری پاته نخوری پاته به اون نیست. در اون تلاشی که ما داریم میکنیم، در اون جاییست که رفتیم پای صندوق 24 میلیون رأی دادیم. یعنی مخاطب ما شخص آقای روحانی است که اگر میتوانی باید چنین کنی و اگر نمیتوانی باید بیایی ماهی یک بار در مقابل رکن چهارم دموکراسی مطبوعات بنشینی و بگویی نمیتوانم، نمیگذارن و مستدل حرف بزنی. راه اصلاح اینه. آقای روحانی وظیفه دارد این امانت رو، این باری که مردم با 24 میلیون رأی بر دوشش گذاشتن، به مقصد برسونه و اون موظف مردم اگر نمیگذارن جواب بده. و اگر امروز آقای روحانی بگوید سپاه باید کمک کند، یعنی به ملت ما خیانت کرده است. سپاه برای تلاش اقتصادی ساخته نشده است. ارتش و سپاه هیچ کشوری برای فعالیت اقتصادی و بیزینس و شرکت‌های تجاری ساختن درست نشده. این نقض غرضه. و اگر آقای روحانی یک کلام در تثبیت کار اقتصادی سپاه و ارگان‌های اینچنینی گام بردارد، به ملت ایران خیانت کرده و باید پاسخگو باشه. این ملت رأی دادند که سپاه رو به پادگان برگردونن، از مرزهای ما دفاع کنه. سپاه حق نداره با بازرگان ما، با صنعتگر ما رقابت کنه. این رقابت ناسالمه. بالاتر برم، آستان قدس رضوی که مالیات نمیده حق نداره در فعالیت‌های اقتصادی شرکت کنه و رقابت کنه شرکت‌ها و کارخانه‌های دیگه، چون مالیات دادن ورشکست میشن. این رقابت ناسالم و نابرابر. آستان قدس رضوی یا باید مثل همه شرکت‌های دیگه مالیات بده یا تأثیر کنه کار اقتصادی رو. کار اقتصادی با رانت، حتی اگر به نام امام رضا علیه السلام باشد، قطعا امام رضا راضی نیست و قطعا حرام است. و اگر آقای رئیسی مالیات نمیده، باید اون شرکت رو درش رو بست، چون در کنار اون یک تولید نان دیگری، اگر نان رضوی رونق میگیره بدونید، یک نان دیگری در مشهد باید برشکسته بشه، چون او باید مالیات بده. تمام این راندخاری ها باید جمع بشه و هیچ شرکتی دولتی
و سپاهی ورود نکنه، باید به سمت بخش خصوصی بریم. حالا این با این دولت جزئیات هست که چه جوری باید انجام میشه، مخاطب آقای خزعلی معلوم شد که دولت، اما آقای اعتمادی پرسش اینه که در ساختار نظام حکومتی ایران که یک نظام اختراعی ایرانیان بعد از انقلاب است که حتی در تاریخ اسلام هم، من در برنامه دیروز هم اشاره کردم، در تاریخ اسلام هم چنین نظامی وجود نداشت در در تاریخ کشورهای بشریت دیگه که به وجود جای. نداشته. بله اجازه بفرمایید، آیا رئیس جمهور میتونه چنین کنه اونطور که آقای خزعلی اشاره کرد، با توجه به اینکه رؤسای جمهوری پیشی مثل خود آقای خاتمی در آخر کار اومدن و گفتن ما یک کارگزار هستیم، یک فرمانبر و یک نهاد تابع فرامین رهبری، آیا توان اینو داره این نهاد، هر کسی در اون نهاد قرار بگیره، چه بنی صدر، چه احمدی نژاد، چه شیخ حسن؟ ببینید آقای چالنگی، همین هفته پیش، چند روز پیش، آقای روحانی با عده از فعالان اقتصادی در یک جلسه یا سمینار به اصطلاح رسمی شرکت کرده بودند. همونجا مطالبی رو مطرح کردند، گله هایی رو مطرح کردند که جناب آقای خزعلی هم دارن، که گفتن همون جریان به اصطلاح دولت تفنگدار و غیره و غیره رو اونجا مطرح کرد و بعد گفتن که باید شرایطی رو فراهم آورد که زمینه برای پیشرفت اقتصاد مهیا شود و غیر و ذلک، و در این حال گفتن که من اجازه نمی دهم که کسان دیگری تصمیماتی رو بگیرن بدون مشورت با دولت، بدون به اصطلاح به صلاحدید دولت. وقتی شما این جملات رو می شنوید انتظار دارید که آقای روحانی داره یک با قاطعیت جدیدی داره به اصطلاح مشکلات جامعه رو مطرح میکنه، اما بلافاصله میگن که ما یه رهبر داریم، همه ما با تحت فرمان اون رهبر بودیم. اون رهبر خب معلومه آقای خامنه ای هستن. در نتیجه من تصور میکنم برخلاف به اصطلاح انتظار آقای خزعلی و کسانی که در ایران بر پی یک چنین راه حلی هستن، از آقای روحانی یک انتظار بیهوده است. خیلی روشنه اگر آقای روحانی به واقع اونطور که آقای خزعلی میفرمایند 24 میلیون در ایران طرفدار دارن، تنها راه انجام چنین کاری اینه که سپاه به عقب برگرده و دستش رو از روی منابع ثروت و قدرت و همه این چیزها بخواد برداره، اتکا به اون 24 میلیونه. ایشون آقای خزعلی اشاره میکنن که مبارزه مدنی. اولا مبارزه مدنی و جامعه مدنی معنا و مفهوم روشن خاص خودشو داره. ما در جامعهمون به خاطر عدم وجود احزاب سیاسی مستقل اصلا جامعه مدنی نداریم. جامعه مدنی متشکل از سازمانها و احزابی است که در کنار مردم و در بین مردم و با دولت قرار داره و به همواره از منافع مردم در برابر دولت دفاع میکنه. شما نشون بدید یک حزب سیاسی بتونه در ایران با اتکا به حمایت مردم در برابر دولت و این حکومت قرار بگیره و مطالبات مردم رو مطرح بکنه. در نتیجه به نظر من بیان این مطالب تا زمانی که فاعل انجام این خواستا مشخص نباشه هیچ نتیجه ای نداره که ما بگوییم که ما دولتی رو میخواییم که این کارو بکند یا اون کارو بکند، یا اینکه ما آقای روحانی رو بیاریم در یه پرس کنفرانس مطبوعاتی از ایشون بخوایم اگر نمیتوانی کاری بکنی برو. خب این به نوعی ایجاد توهمه. نه آقای روحانی همچین کاری میکنه، نه اصولا سیاست حکومت اسلامی ایران در طی 38 سال گذشته این چنین بوده. یعنی پاسخگو باشه در برابر رأی مردم، پاسخگو باشه در برابر مطالبات مردم. یک کشوری است که هر 4 سال یک نفر به عنوان اصلاح طلب یا اصولگرا رئیس جمهور میشه و بعد این مصیبت ها و این مشکلات رو همچنان باز تکرار و تکرار میکنه و نتیجهش این میشه که امروز ما کشوری رو داریم که در ورطه ورشکستگی قرار داره و هیچ کس هم مسئولش نیست. منتها ما تلاش میکنیم، عده‌ای تلاش میکنن که مسئولیت تمام این نابسامانی ها رو به عهده سپاه بگذارن یا به عهده دولت آقای روحانی. و همونطور که شما اشاره کردید، آقای روحانی اشاره کرد به این مسئله دولت تفنگدار. آقای محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران هم گفت آقا ساکت باش، وگرنه مسائل رو مطرح میکنیم که به نفع شما نیست. به همین خاطر که بعدا آقای روحانی تغییر موضع میدن، میگن بدون کمک سپاه ما نمیتونیم کار رو انجام بدیم. خلاصه بفهمید، بنابراین
شما آیا بر این نظر هستید که دولت حسن روحانی یا هر دولت دیگه در ساختار نظام حکومت ایران کاری رو حتی اگر هم بخواد و تمایل داشته باشه میتونه انجام بده یا نمیتونه؟ نمیتونه انجام بده، چون در اون زمان، زمانی که بخواد یک بخش اصلی این حکومت بخواد تحت فشار قرار بگیره، کل این نظام به مخاطره میفته. بسیار خوب آقای خزعلی، در همین زمینه تفسیر شما، آیا در این ساختار نظام رئیس جمهوری میتونه برنامه مورد نظر شما رو پیش ببره؟ اگر بله چطور؟ ببینید، واقعیت این است که رئیس جمهور درست در ساختار ولایت مطلقه فقیه قسمت عمده حاکمیت و قدرت نزد ولایت فقیه، منم اینو میدونم، اما رئیس جمهور به عنوان دومین قدرت و دومین شخصیت کشور و ناظر بر اجرای قانون اساسی، اگر خودش مقتدر باشه و بایسته بر مواضعش میتونه کارشو پیش ببره، کما اینکه آقای هاشمی رفسنجانی در اون 8 سال نظرات خودش رو اعمال میکرد، حالا درست یا غلط، ولی آقای هاشمی رفسنجانی واقعیت این است که در 8 سالی که رئیس جمهور بود در آغاز رهبری آقای خامنه‌ای، او کار خودش رو میکرد. این جمله جمله معروفیه که در یکی از جلسات آقای خامنه‌ای میگه که آقای هاشمی میامد با من مشورت میکرد ولی میرفت کار خودش رو میکرد، آقای خاتمی میامد با من مشورت میکرد و بحثم میکرد، اما اون چیزی که ما میگفتیم انجام میداد. واقعیت این است که آقای هاشمی کار خودشو میکرد و مؤثر بود. آقای روحانی باید بدونه اگر بخواهد رأی مردم رو پاس بدارد قطعا میتونه، و تجربه نشون داده که اگر بیسته و انجام بده جناح حاکم کوتاه میاد و این کار به سرانجام میرسه، به شرطی که بیسته. حالا قصه آقای بنی‌صدر یک استثناست. آقای بنی‌صدر اگر باز نزدیک نمی‌شد به مجاهدین خلق و می ایستاد و نمی رفت و می آمد در مجلس هم دفاع می‌کرد، چون واقعا بحثی که علیه آقای بنی‌صدر مطرح شد فاقد ادله حقوقی بود، یعنی یک بار حقوقی نداشت. سخنرانی ها و نطق ها رو ببینید، حتی نطق آقای خامنه‌ای که نماینده مجلس بودن علیه بنی‌صدر، هیچ گونه یک مستند حقوقی مثلا دال بر خیانت رئیس جمهور ندارد و بقیه موارد. اگه آقای بنی صدر هم میستاد نتیجه میگرفت، ولی این رو بدونیم اونجا آقای بنی صدر در مقابل شخصیت کاریزماتیک امام بود و تازه انقلاب شده بود، شور و هیجان عجیب بود و کسی اساسا فکر نمیکرد خیلی از مسائل رو با همون شور و هیجان ادامه پیدا کرد. امروز خیلی متفاوته می شود با مسائل همین آتش به اختیاری که رهبری فرمودن در عید فطر تعدیل شد، گفتن منظوری نبوده که هر کاری خواستیم بکنید، به هر حال تعدیل شد به مسئله بحث های فرهنگی و اون هم باز دوباره نه هر کاری. بله آقای خزعلی، اجازه بفرمایید. اولا نکته آقای بنی‌صدر، خود شما اشاره کردید بلافاصله که اگر آقای بنی‌صدر می ایستاد و چون چیزی به ادعانامه‌ای که علیهش بود جنبه حقوقی نداشت، ولی خود شما بلافاصله اشاره کردید آقای خمینی رو، برای جوانانی که احتمالاً در جریان نبودن که قطعا نبودن، در اون زمان قانون در ایران نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر، آقای خزعلی منصفانه نگاه کنید حتما تایید میکنید که قانون رو فقط سخن آقای خمینی تعیین میکرد. بکشی. بله متاسفانه اون زمان همینطور. بله یعنی اینکه نه آقای بنی صدر، هر کسی دیگه با بزرگترین وکلای دنیا هم اگر می اومدن و میخواستن از حقوقشون دفاع کنن، یک جمله آیت الله خمینی نه تنها موکل بلکه وکلا رو هم به باد میداد. این واقعیتی است که در اون زمان بود. اما نکته این هست، ببینید باز پرسش خود شما به طور کوتاه بفرمایید، آقای روحانی در برابر اون چی که اتفاق افتاد در روز عید فطر و میبینیم که الان یک نوع عقب نشینی میشه تلقی بشه، آیا میشه تجربه این تجربه به دست آورد که آقای روحانی اهل این میدان نیست با این عقب نشینی که کرد؟ بله. یعنی بله. تا کی میشه به یک چنین امامزادهی دخیل بست؟ بفرمایید. بله ببینید آقای چالنگی، من عرض کردم اگر به ایستد
قطعا موفق میشه، اما اگر نمی ایسته، اگر نقطه ضعفی جای دیگری دارد که ما نمیدانیم، اون بحث دیگری است. بسیاری از رجال سیاسی ما، عذر میخوام، نقاط ضعف زیاد دارن. این رژیم تنها کارش این بوده که ضعف اخلاقی و مالی از رجال سیاسی جمع کنه و بعد بر اونها مسلط بشه. یکی از کاراش این بوده. دقیقا آقای آیت الله فلانی، شما هر چی میبینید که عارف و نامیز، اما وقتی میدید میبینید بچهش مثلا با 700 کیلو هروئین تریاک دستگیر شده، فردا ایشون یک بدداهی آنچنانی میکند. خب حالا شما مخاطب خاص من رو میشناسید. یه موقعی بازجو من، بازپرس من، هر کیو گفت من مطلبی گفتم، گفت شما حضرت آیت الله علامه فلان قد القاب چید فلانی رو که دیگه قبول داری؟ گفتم اگه اون مدداهی رو میخواب بگی، بله منم شنیدم، ولی اون 700 کیلو هروئین تریاک از بچهش گرفته بودن، حکمش اعدام بود. فردا صبح اون مدداهی بچهش آزاد شد. و از این قصه ها ما زیاد داریم. یعنی من میخوام بگم حتی وقتی که آقای پالیزدار مأموریت پیدا میکنه که یه سری از رجال سیاسی، حتی جناح راست رو رسوا کنه، یه گوشمالی بود. آقایون فکر نکنین خودتون هستین، هر وقت بخوام با یه پالیزدار آبروی شما رو در جامعه میبریم. تو اون قصه میبینی آقای واعظ طبسی، آقای امامی کاشانی، آقای محمد یزدی، خیلی از آقایون آبروشون رفت. این رو در واقع جناح حاکم خودش این خط رو داده بود. یک گوشمالی بود که سر جاتون بشینید و بگید چشم. این قصه رجال سیاسی ماست و آقای روحانی اگر عقب نشینی کنه، معنا و مفهومش این است که او هم نقطه ضعفی داره. بله، تفسیر شما رو میشم آقای اعتمادی در مورد اون چه که آقای خزعلی. من فکر میکنم هیچ کدام از ما به اندازه آقای خزعلی ماهیت این نظام رو و عناصر تشکیل دهندش رو نمیشناسن. همین نمونهایی که الان در این برنامه بهش اشاره کردن نشون دهنده اینه که پاکترین و روحانی ترین افراد این حکومت فرزندانشون قاچاقچی هستن و مواد مخدر رو در ایران توزیع میکنن. اما در مورد مسئله رابطه آقای رفسنجانی با خامنه ای، ببینید، اولا زمانی که آقای رفسنجانی رئیس جمهور بود و آقای خامنه ای رهبر بود، هنوز آقای خامنه ای به این اندازه صاحب قدرت نشده بود و به همین خاطر چون آقای رفسنجانی کار خودش رو انجام میداد، آقای خامنه ای هم فرماندهان سپاه رو انتخاب کرد به عنوان متحدین خودش و سرانجام آقای رفسنجانی رو خانه نشین کرد. آنچنان خانه نشین کرد که بعدها او بود که آقای خاتمی و آقای روحانی و تمام اصلاح طلبان رو راهنمایی میکرد که چطوری با آقای خامنه ای و فرماندهان سپاه کنار بیایند. بنابراین اینکه اگر این چنین بشود، اگر آنچنان بشود، اوضاع درست میشه، به نظر من این چیزی جز ایجاد توهم نیست. من فکر میکنم همه ما اگر آگاهانه به این نتیجه رسیدیم که ساختار این حکومت قابل اصلاح نیست و کسانی که به عنوان مدیران و به اصطلاح رهبران این نظام هستند همگی دارای فسادهای جدی و به اصطلاح مشکلات اساسی هستند و قادر نیستن که این مملکت رو و این حکومت رو و این مردم رو به جایی برسونن و نجات بدن. در نتیجه من فکر میکنم به جای اینکه امیدی داشته باشیم برای اینکه آقای روحانی برسد به بیستد و سرنوشت آقای بنی‌صدر دچار نشود، اونم یک بحث دیگری است که برای آقای خزعلی اشاره کردن اگر آقای بنی‌صدر میستاد اینطوری نمیشد. من مطمئنم آقای خزعلی اون دوران رو به خوبی یاد دارن. اون زمان همین جریانات نظامی در خیابان‌ها بچه‌های مردم رو به رگبار می‌بستند. اگر از آقای بنی‌صدر می‌خواستن حمایت بکنن، 30 خرداد تظاهرات کسانی بود که می‌خواستن از آقای بنی‌صدر حمایت بکنن که تو خیابون به رگبار می‌بستن و اونها رو گروه گروه می‌کشتن. بنابراین طبیعی بود که آقای بنی‌صدر هم عاقلانه فکر بکنه و به اصطلاح حکومت رو رها بکنه و به خارج از کشور بیاد که جان خودش رو نجات بده. آقای روحانی هم این رو خیلی خوب میدونه. اگر بخواد در اون مملکت بمونه، باید با این نظام و با این وضعیت کنار بیاد، تمام که تا به امروز کنار اومده تا بتونه به حیات خودش ادامه بده. این اضافه هم هست که آقای روحانی خودش بخشی از نظام بوده، هست و خواهد بود که گفته شده. خب به هر حال سالیان سال مسئول شورای امنیت نظام بوده. اما آقای خزعلی، شما اشاره کردین این وضعیت رجال سیاسی کنونی ایران هست.
که بیشتر میشه گفت رجال سیاسی دینی مذهبی هم هستن، اکثرا اونایی که قدرت اصلی دستشون است. یک اتفاقی در ایران افتاده، شما به تبع خانواده از نزدیک همونطور که آقای اعتمادی شرکت در جریان جزئیات هستید و خود شما شخصا هم خب فعالیت های بسیار زیادی داشتین در این عرصه. ببینید در ایران بعد از انقلاب حدود 40 سال هست کسانی بر سر کار هستند که ایرادات بسیار زیاد، منتقدین بسیار شدید حکومت پیش از انقلاب بودن، یا دست کم آیت الله خمینی و بقیه، که وقتی ما بر سر کار بیاییم ایران رو بهش خواهیم کرد. شما به گوشه‌های اشاره کردید در قیاس، اما در همون حوزه تخصصی خودشون نتونستن چیزی رو تولید کنن. ساده ترین، نزدیک به 40 سال بعد از یک حکومت اسلامی دینی، روحانیت شیعه حتی یک مؤذن درست و صاحب نامی تولید نشد. آقای خمینی وقتی نشست در اونجا گفت شاه گورستانهای ما رو آباد کرد، شهرهای ما رو خراب. حالا این تا چند از درست بود نادرست بحث دیگری است. یک مؤذن هنوز دعوا بر سر اینه که یک ربناخان درستی تولید نکرد، یک ناطق درستی تولید نشد. حتی وقتی میخوان بگن خطیب دهانگرم، همچنان به آقای فلسفی اشاره میشه. از این که بگذاریم، سخن من کمی طولانی شد، میخوام به این نتیجه برسم آیا این همه دهان باز به فریاد روحانیت شیعه علیه حکومت پیش از انقلاب، آیا در این همه لطماتی که به قول برخی از علما به اسلام و اعتبار دین در جامعه خورده، روحانیتی وجود نداره که چرا صدای اعتراضی نمیشه نمید خارج از دایره حکومتی؟ آقای خزعلی چرا صدای اعتراضی نیست؟ آیا روحانیت خاموش ایران هم موافق اوضاعی است که جریان داره در ایران؟ این همه تضاد طبقاتی، این همه ظلم اقتصادی، این همه فقر، این همه فحشای باعث تأسف از گزارش وزارت خارجه آمریکا را آدم میخونه راجع به قاچاق انسان که دختران ایرانی رو برای خرید و فروش خارج از ایران به این ور اون ور میفرستن. یکی از کشورهای قاچاق جوانهای دختر و پسر هست. من متاسفم این رو روی آنتر مطرح میکنم و یک گزارش منتشر شده در واشنگتن هست. بفرمایید. متاسفانه اون جمله‌ای که امام در بهشت زهرا فرمودن که گورستان‌های ما را آباد کرد و مملکت ما را ویران کرد، ما فکر می‌کنم 40 سال بعد از انقلاب آبادی گورستان‌های ما از همه کشورهای منطقه پیشی گرفته و کشورمون هم نابود شده. اما من یه حکایتی بگم، در اون کتاب آینه هم نوشتم. یه موقعی رفتم مشهد، در کنار حرم امام رضا پیرمردی از بازاری‌های قدیم و مریدان پدر اومد، گفتش که 40 سال پیش پدر شما در خوزستان سخنرانی میکرد، نزدیک اون محل سخنرانی یک کازینویی بود و در اونها به عیش و عشرت مشغول بودن، به قمار مشغول بودن. اومدن خبر رو به حاج آقا دادن. حاج آقا بالای منبر گفت اگر 24 ساعت این رادیو تلویزیون رو در اختیار ما قرار دهند، میبینید که ما از این جوانها چه خواهیم ساخت. اون پیرمرد بازاری گفت به پدرت بگو هنوز 40 سال نشد، هنوز 24 ساعت نشده، این همه وقت از انقلاب گذشته. من اومدم به پدر عرض کردم که حاج رضا سلام رسونده میگه که هنوز 24 ساعت نشده، که حالا حاج آقا گفتن رادیو تلویزیون دست ما نبوده، دست خاتمی بوده، دست زید بوده، امر بوده، غافل از این که همه این مدت رادیو تلویزیون دست رهبری بوده. و متاسفانه همینطور که شما میگید، در مسئله فرهنگی، همون رسالت دینیمون، در هیچ زمینه ای اگر خواستیم مثلا با عقاید دیگه مبارزه کنیم، مثلا با بهاییت، فقط یاد گرفتیم زندان کنیم. در صورتی که قبل از انقلاب خوب کسانی بودن تخصصی مطالعه میکردن، میرفتن بحث میکردن با اینها، و ما همون آدمهایی در حوزه تربیت نکردیم در مقابل وهابیت، در مقابل بهاییت، در مقابل مفاسد، در مقابل شبهات دینی بشینن پاسخ بدن. من یه مثالی میخوام عرض کنم.
این آقای خاتمی رو نقل میکرد، میگفتش که روزنامه ای رو نشریه ای رو رهبری فرمودن تعطیل بشه. میگفت من خدمت رهبری گفتم حاضرین بودجه کیهان رو چند برابر اون بودجه ای که اونها مصرف میکنن بدهیم، پاسخ اینها رو بدین ولی نشریات بسته نشه. و رهبری فرمودن ما کسی رو نداریم جواب این شبهات اینها رو بدن. اونها خاتمی گفته بود اینا تیراژی نداره، 1000 تا تیراژ دارن. گفته بود بله تیراژ ندارن اما تاثیرگذاریشون زیاده. این واقعیت، ما تربیت نکردیم کسانی که به شبهات دینی پاسخ بدن و مشکل ماست، حوزه های ما این مشکل داره. یه موقعی پدر میگفتن به شریعتی ناسزا میگفتن، یه مدت به سروش تکفیرش میکردن. نه مثلا خزن نگرانی من این نیستش که شبهات مذهبی دیگران رو جواب نمیدن، من حرف من این است که این حکومت حتی از در حوزه کار خودش از تولید متخصصین کار خودش عاجز هست، اومد چطور میشه بهش دخیل بس که مسائل مردم رو، مسائل روزمره اقتصادی مردم رو حل کنه، چه این حیاتش چه اون حیاتش. به اضافه این که آیا در برابر اون چه که در عرصه جامعه میگذره، روانش شاد پدر شما و بقیه روحانیون بر منبر چنین گفتن، آیا الان کسی نیست که مثلا به درد نمیاد که وقتی میشنوه دختران ایرانی رو خرید و فروش میکنن در خارج از ایران؟ آیا این مطابق اسلام حکومتی است؟ از نظر شرعی برای روحانیت خاموش ایران یک امر عادی است، حالون که در تاریخ همون مملکت کوچکترین اتفاق در این زمینه بیش از 100 سال پیش افتاد، دختران و قوچانی رو به اون ور مرز فرستاده بودن، در سراسر ایران روحانیت عمامش رو به زمین زد. بفرمایید. خیلی کوتاه. بله متاسفانه همین که میفرمایید یه مقدارم حوزه هم خمود شده و علت اینه، اگر کسی مثل یزید با میمان بازی و زنبارگی به میدان بیاید، حسین کارش راحت میتونه بیاد بگه که من اومدم برای امر معروف و نهی از منکر و دفاع از دین جدم قیام کنم. اما وقتی که کسی با دین فروشی و تظاهر به دین، چون معاویه بیاید کار دشوار، امام حسن با دین فروشی معاویه کارش دشوارتر است از امام حسین با بیدینی عریان و برهنه یزید. ما مشکلمون روحانیت ما، مراجع بزرگ ما، مشکلش این است که جناح حاکم با دین فروشی اومده. حالا من اون جمله هم که میخواستم بگم یادگاری خدمتتون میگم که پدر عرض کردم، گفتم یک روز شریعتی رو تکفیر میکنید یک روز سروش رو. اینها کاری نکردن، اینها گوشه این پرده رو زدن بالا. این شمایید که در حوزه برهنه و عریان نشستید، برید یک جامعه زیبا بپوشید که وقتی پرده رو زدن بالا بگین اهلا و سهلا، بیا داخل، نه اینکه داد بزنی آی پرده رو بنداز. مشکل این است که هر کسی که گوشه پرده افکار شما و رفتارهای شما رو کنار میزنه، شما فریادتون بلند میشه و او رو تکفیر میکنید. نه، برید آراسته بشید و آماده پذیرایی از منتقدین و مستشکرین. وقتمون بسیار کوتاه است، کمتر از 3 دقیقه و مونده موضوع مهم سیاست خارجی چنین حکومتی. آقای اعتمادی چه کسی تعیین کننده است، به خصوص در ارتباط با اوضاع جاری در خلیج فارس؟ ببینید سیاست خارجی رو که طبعا بر اساس تعیین تکلیفی است که فرماندهان سپاه و آقای خامنه ای انجام میدن، اما این هم یک واقعیتیه که از وزیر امور خارجه دولت آقای روحانی، آقای ظریف گرفته تا خود آقای روحانی، اونها همگی معتقد هستن که بدون کمک فرماندهان سپاه ما در عرصه سیاست های خارجی و به خصوص در منطقه نمیتونیم به اصطلاح به سادگی به ادامه سیاست و حیات خودمون بدیم. بنابراین مشکلات منطقه‌ای و خاورمیانه‌ای بر اساس اون چیزی که امروز همه ما شاهد هستیم وجود داره. مقامات آمریکایی در خصوص سیاست‌های ایران در منطقه به طور مشخص اعلام می‌کنن که ایران عامل بی‌ثباتی در منطقه است، در خصوص به اصطلاح دخالت نظامی ایران در سوریه و مستقیما به اصطلاح برخورد کردن با همین به طور نمونه هواپیمای بدون سرنشین که هواپیمای امریکایی اون رو به اصطلاح زد، مورد هدف قرار داد. همه اینها نشان دهنده اینه و از جمله اینکه امروز حتی دبیر کل سازمان ملل در رابطه با مسئله آزادی
آقای نمازی و پسرشون که به عنوان جاسوس در ایران هستن، کار به جایی رسیده که دبیر کل سازمان ملل از آقای روحانی میخواد اینها رو آزاد بکنن. بنابراین سیاست خارجی ایران همچنان دچار بحران، دچار به اصطلاح تنش‌های جدی با قدرت‌های خارجی و منطقه است و جای نگرانی داره با توجه به وضعیت کنونی. ادامه این تنش‌ها و این بحران‌ها کشور ما رو به یک جنگ ناخواسته از سوی مردم به اصطلاح بکشونه. آقای باقر نمازی، من این رو فقط اضافه کنم چون برای سازمان ملل متحد، سازمان یونیسف سالها کار میکرد و خدمت میکرد در این سازمان وابسته به سازمان ملل که در خاورمیانه کار میکرد. به پایان برنامه رسیدیم، ولی من مایل هستم این بخشی از گزارش وزارت خارجه رو در اینجا اشاره کنم. وزارت خارجه آمریکا گفته که دختران ایرانی در معرض قاچاق انسان هستن برای کار در متاسفم روسپیخانه های منطقه کردستان عراق به ویژه سلیمانیه. گفته این دختران افزایش پیدا کرده تعدادشون و از فرودگاه های شیراز، از شهر شیراز هم به عنوان مرکز ترانزیت برای انتقال دخترانی که از در مناطق شمالی ایران و شرقی و غربی ایران، شمال غربی ایران به اصطلاح باندهای قاچاق با اونا وارد معامله میشن، به شیراز منتقل میشن و از اونجا به کشورهای عرب خلیج فارس. این گزارش بسیار بسیار تأسف انگیز هست. وقت صحبت از وحدت اسلامی هست، فریادی که از حنجره روحانیت شیعه حاکم در ایران هست، وحدت جهان اسلام. اما در این گزارش ما میخونیم پسر بچه های افغان در ایران در برابر استفاده جنسی صاحبکاران و همچنین باجگیری های سازمان های امنیتی ایران و سازمان های دولتی قرار دارن برای استفاده های جنسی حکومتی که فریاد وحدت مسلمانان رو سر میده. این گزارش بسیار گزارش شرم‌آوری میتونه باشه برای مسئولان حکومت ایران، حکومت برآمده از انقلاب ایران، و مطمئنم غم‌انگیز برای مردم ایران. به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از شما آقای خزعلی در تهران. با سپاس از شما. سپاسگزار هستیم آقای حسن اعتمادی. امیدواریم در برنامه های آینده بتونیم به موضوعات روز همچنان بپردازیم و ریشه مسائل کنونی ایران رو اون گونه که هست در این برنامه شفاف در برابر بینندگان مطرح کنیم. بینندگان عزیزی که برنامه رو از آغاز ندیدن میتونن تا ساعاتی دیگه لینک برنامه رو روی وبسایت ایران فردا مشاهده کنن و همینطور روی کانال تلگرام من. هر پیامی که دارید از طریق شماره تلفنی که روی صفحه تلویزیون میبینید برای ما بگذارید، در برنامه پنجشنبه شب بازتاب داده خواهد شد. با امید به فردایی بهتر. روز و روزگار شما خوش.